ارتش سوریه از تهاجم نظامی جدیدی علیه مخالفانش در شرق حلب خبر داده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف برای احیای ترک مخاصمات در سوریه مذاکرات و جلسات متعددی داشته است، میگوید تنها راه نجات سوریه و شکست دادن تروریست‌ها پایبندی تمامی طرف‌های درگیر به تعهداتشان در فراهم ساختن زمینه برای موفقیت راه حلی سیاسی است، نه نظامی. جزئیات بیشتر در گزارش اصل رحمانی. بیانیه ارتش ضمن توصیه به اهالی حلب که از گروه‌های تروریست فاصله بگیرند میگوید امکان عبور امن آنها را برای رفتن به اردوگاه‌های خارج از حلب در صورتی که خودشان مایل باشند فراهم می‌کند. در جبهه دیگر در لازقیه تصاویر ویدیویی ارتش سوریه حمل تانک‌هایش را به مخالفان در حومه این شهر نشان می‌دهد. ارتش سوریه همچنین از حملات هوایی به مخالفان در این منطقه خبر داده است. ادامه تهاجم نظامی دولت سوریه علیه مخالفان و کارشکنی در تسهیل کمک رسانی بین‌المللی به مناطق نیازمند که اوایل هفته با بمباران یکی از کاروان‌های کمک رسانی همراه بود، اجرای توافق آمریکا و روسیه برای ترک مخاصمات در سوریه را با بن‌بست مواجه کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات با دیپلمات‌های روسیه، اروپا و کشورهای عرب در گروه پشتیبانی بین‌المللی از سوریه گفت تلاش دیپلماتیک برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه با توجه به شکست توافق ترک مخاصمات و تهاجم ارتش سوریه به حلب راه به جایی نبرده است. با این حال او بر لزوم ادامه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله در سوریه تاکید کرد. ما نمی توانیم تنها طرفی باشیم که می خواهد درها را باز نگه دارد. روسیه و رژیم سوریه هم باید سهم خود را ایفا کنند. در غیر این صورت هیچ شانسی باقی نخواهد ماند. اکنون سوال این است که آیا فرصت واقعی برای پیشرفت به جلو وجود دارد یا نه؟ چون روشن است که نمی توان در مسیر کنونی قدم برداشت. همیشه این بستگی به موضع روسیه داشته است که آیا اراده و قابلیت اجرایی آن را دارد که هم رژیم اسد و هم متحدانش را وادار به رعایت کند و در این حال اپوزیسیون و هوادارانش نیز باید مایل به انجام تعهدات خود باشند. آقای کری همچنین گفت اعضای گروه پشتیبانی سوریه متفق القولند که تلاش دیپلماتیک تنها راه ممکن برای حل بحران است. و گرچه شخصاً پیش از هر زمان دیگری مصمم به پیشبرد این راه حل است، اما نقض مکرر توافقات ترک مخاصمه برایش دلسرد کننده بوده است. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد در صورتی که روسیه جدی بودن خود را در برقراری ترک مخاصمات نشان دهد، واشنگتن و متحدانش مخالفان را به رعایت متقابل آن متعهد خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز پس از جلسه گروه پشتیبانی سوریه گفت موسکو برای دوام توافق ترک مخاصمات در سوریه تلاش خواهد کرد، اما دولت سوریه نباید تنها طرفی باشد که به صورت یک جانبه به تعهدات خود عمل کند، بلکه آمریکا نیز باید مخالفان را نسبت به رعایت آن وادار کند. اصل رحمانی، صدای آمریکا.